در این جلسه قصد داریم در خصوص رگرسیون خطی یعنی برآورد یک رابطه ریاضی خطی بین متغیرها بحث و بررسی کنیم. مفهوم رگرسیون اولین بار توسط فرانسیس گالتون در سال 1877 میلادی به کار گرفته شد. گالتون متوجه شده بود که قد پسران با قد والدین اونها در ارتباط هست. به عبارتی با توجه به قد والدین میتونست تا حدودی قد فرزندان رو پیش بینی کنه. مسلما قد فرزندان به عوامل متعددی مثل قد والدین، نوع تغذیه، محل زندگی، میزان فعالیت بدنی و غیره بستگی داره. اما با استفاده از عاملی مثل قد والدین تا حدود زیادی میشه قد فرزندان رو پیش بینی کرد. اگر در پیش بینی یک متغیر مثل قد فرزندان تنها از یک عامل مثل قد والدین استفاده بشه به اون رگرسیون ساده اطلاق خواهد شد اما اگر برای دقت بیشتر در پیش بینی از چندین عامل استفاده کنیم به اون رگرسیون چنگانه گفته خواهد شد مسلما برای پیش بینی قد فرزندان از عواملی همچون قد والدین نوع تغذیه محل زندگی میتونیم استفاده کنیم با استفاده از مفهوم رگرسیون قادر هستیم بر مبنای گذشته تا حدودی آینده رو پیش بینی کنید. این کار با بررسی رابطه بین متغیرها و ایجاد ارتباط منطقی بین اونها انجام میشه. به عنوان مثال میشه با بررسی ارتباط بین میزان پول صرف شده جهت تحقیق در یک شرکت و سود خالص اون شرکت رابطه منطقی بین اونها رو پیدا کرد و به پیشبینی وضعیت آینده شرکت از نظر میزان سود اقدام کرد یا رابطه بین میزان پاداش پرداختی به کارکنان و میزان تولید شرکت رو میشه بررسی کرد یا همینطور رابطه میزان تبلیغات و فروش خالص یک شرکت رو میتونیم پیدا بکنیم به عنوان مثال در خصوص رابطه بین متوسط قد والدین و قد فرزندان پسر اگر روی محور افقی متوسط قد والدین رو نشون بدیم و روی محور عمودی متوسط قد پسران و در جامعه مورد نظر خانواده های زیادی رو بررسی کنیم و ارتباط بین قد فرزندان و والدین رو به صورت نقاطی روی این محور مختصات نشون بدیم خواهیم دید که با افزایش قد والدین قد فرزندان پسر هم افزایش پیدا می کنه بنابراین با پیدا کردن نوع ارتباط که تقریبا به صورت خط آبی رنگ رسم شده تا حدود زیادی امکان پیشبینی قد فرزندان از روی متوسط قد والدینشون وجود خواهد داشت. به صورت کلی میتونیم عنوان کنیم که در بحث رگرسیون به دنبال برآورد رابطه ای ریاضی و تحلیل اون هستیم. به شیوه که با استفاده از این رابطه بتونیم کمیت یک متغیر مجهول رو با استفاده از مقادیر متغیرهای معلوم مشخص کنیم. پس در حالت کلی میشه گفت که دو نوع متغیر داریم. متغیر مستقل یا پیشبین که با ایکس نشون داده میشه و مقدار اون رو محقق مشخص میکنه و دوم متغیر وابسته که به اون اثر و یا متغیر پاسخ هم گفته میشه و با وای اون رو نشون میدیم و مقدار اون بستگی به مقادیر متغیر x یا متغیر مستقل داره اگر رابطه بین x و Y به صورت خطی باشه معادله خط مستقیم بین اونها به صورت وای مساوی با a به اضافه b در x نشون داده میشه که در اینجا B برابر است با شیب خط و A برابر است با عرض از مبدع یعنی محل برخورد با محور Y ها خط وای مساوی A به اضافه B در X در صورتی که شیب خط مثبت باشه روی محور مختصات تقریبا به این صورت خواهد بود دقت داشته باشید که شیب به معنای میزان تغییرات یک متغیر نسبت به متغیر دیگه است یعنی اگر به عنوان مثال متغیر x به اندازه یک واحد افزایش پیدا کنه y به چه میزان افزایش خواهد داشت پس با این تفسیر مقدار شیب خط یا b برابر خواهد بود با y2 منهای y1 به روی x2 منهای x1 بدین معنا که با داشتن دو نقطه از یک خط مستقیم میتونیم شیب اون رو محاسبه کنیم مقدار a رو هم میتونیم با جایگزینی شیب خط و مختصات یکی یک از نقاط در معادله یک خط راست به دست بیاریم به عنوان مرور مطالب مربوط به معادله خط مستقیم و درک بهتر مفهوم شیب خط فرض کنید مختصات دو نقطه از یک خط مستقیم رو در دست داریم و قصد داریم بر اساس اونها شیب خط رو محاسبه کنیم و در نهایت ضمن ایجاد معادله خط شکل اون رو, رو روی محور مختصات رسم کنیم این دو نقطه که به صورت زوج مرتب x1 و y1 و همینطور x2 و y2 هستند عبارتند از نقاط 1 و 5 و چهار و 11. دیدیم که شیب خط یا b برابر است با تغییرات y نسبت به تغییرات x. با جایگذاری مقادیر x و y مقدار شیب خط به دست خواهد اومد با 2. به این معنا که در این خط رابطه x و y به طریقی هست که اگر x به اندازه یک واحد افزایش پیدا کنه y به میزان دو واحد افزایش خواهد داشت. در مرحله بعد با جایگذاری مقدار شیب خط و یکی از نقاط در معادله خط میتونیم مقدار عرض از مبدع یا A رو به دست بیاریم. نقطه یک و پنج رو در معادله خط قرار میدیم و در نتیجه عرض از مبدع یا A برابر با سه خواهد بود. پس معادله خط مستقیمی که از دو نقطه یک و پنج و چهار و یازده عبور میکنه برابر است با وای مساوی با سه به اضافه دو x برای رسم این خط روی محور مختصات محور مختصات رو به اندازه مورد نیاز مدرج میکنیم روی محور افقی مقادیر x و روی محور عمودی مقادیر y رو نشون میدیم دو نقطه مورد نظر رو روی محور مختصات علامت گذاری می کنیم با متصل کردن این نقاط شکل خط با معادله y مساوی 3 به اضافه 2x رسم خواهد شد همونطور که می بینید عرض از مبدع یعنی محل برخورد با محور y ها هم برابر است با مقدار 3 می که شیب خط نشون دهنده نوع ارتباط بین متغیر هاست. از این بابت نوع ارتباط بین متغیرها میتونه مستقیم، معکوس و بدون ارتباط باشه. اگر مقدار شیب خط بزرگتر از صفر باشه، نوع ارتباط یک رابطه مستقیم محسوب میشه چرا که با افزایش مقدار x مقدار y هم افزایش پیدا میکنه و بالعکس با کاهش مقدار x y هم کاهش پیدا خواهد کرد چنین رابطه ای روی محور مختصات به این شکل خواهد بود با حرکت در جهت افزایش x ها مقادیر وای هم روی خط افزایش پیدا میکنه اگر شیب خط یا B مساوی با صفر باشه نشونگر اون هست که رابطه ای بین x و وای وجود نداره و بنابراین متغیرهای x و وای مستقل از هم محسوب میشن چرا که با افزایش یا کاهش x ها تغییری در وای ایجاد نمیشه میبینیم که با حرکت روی محور مختصات به سمت چپ و راست مقادیر وای روی خط ثابت باقی میمونن و تغییری نمی کنن. اگر بی کوچکتر از صفر باشه یعنی دارای مقدار منفی باشه رابطه از نوع معکوس هست به این معنا که با افزایش x مقدار y کاهش پیدا میکنه و بالعکس با کاهش x مقدار y افزایش خواهد داشت این نوع ارتباط هم روی محور مختصات به این شکل خواهد بود روی شکل میتونیم ارتباط معکوس x و y رو مشاهده کنیم. لازم به ذکر هست که در دنیای واقعی پیدا کردن رابطه دقیق ریاضی برای اکثر پدیده ها غیر ممکن هست. چرا که معمولا در تعیین مقدار یک متغیر عوامل متعددی دخیل هستند. اما اگر بتونیم متغیرهایی که بیشترین تأثیر رو در تعیین متغیر مورد نظر دارند رو پیدا کنیم تا حد زیادی قادر خواهیم بود رفتار متغیر مجهول رو پیش بینی و تحلیل کنیم از این بابت باید مد نظر داشته باشیم که در اکثر موارد به صورت دقیق نمیشه روابط بین متغیرها رو معین کرد و بنابراین در بیشتر موارد ایجاد روابط ریاضی همراه با خطا خواهد بود به همین دلیل پژوهشگران قبل از ایجاد رابطه ریاضی بین متغیرها مقادیر اونها رو, رو روی یک نمودار دو بودی مشخص میکنند تا از وجود و نوع رابطه بین متغیرها مطمئن بشن به این نمودار نمودار پراکنش گفته میشه. نمودار پراکنش جزئیات زیادی در خصوص رابطه بین متغیرها رو آشکار میکنه از جمله اینکه آیا اصولا الگویی از ارتباط بین مشاهدات وجود داره یا خیر اگر ارتباطی بین متغیرها وجود داره آیا این ارتباط یک ارتباط خطی هست یا اینکه یک ارتباط غیر خطیه و در نهایت اینکه در صورتی که الگویی از رابطه خطی بین مشاهدات وجود داره نوع این ارتباط به چه صورت هست؟ برای مثال فرض کنید قصد داریم مطمئن بشیم که آیا رابطه ای بین هزینه های صرف شده برای تبلیغات در یک دوره زمانی با مقدار فروش کالا در اون دوره وجود داره یا خیر؟ برای بررسی این ارتباط و نوع اون داده های مربوط به نه سال گذشته جمع شدن. هزینه صرف شده جهت تبلیغات رو با X و مقدار فروش رو با Y نشون دادیم. برای رسم نمودار پراکنش محور مختصات رو رسم میکنیم و روی محور عمودی وای و روی محور افقی X رو نشون میدیم. برای نمایش نقاط روی محور مختصات بر حسب نیاز نمودار رو مدرج میکنیم محل نقاط رو به صورت دقیق روی محور مختصات مشخص میکنیم. به عنوان مثال در سال گذشته 3 میلیون تومن برای تبلیغات هزینه شده و 11 هزار واحد محصول به فروش رفته محل این زوج مرتب این نقطه خواهد شد که روی محور مختصات نشون دادیم به همین ترتیب بقیه نقاط رو هم روی محور مختصات رسم میکنیم نقطه 5 و 20 نقطه 4 و 16 نقطه 7 و 24 و ما بقیه نقاط درسته که برای درک صحیح ارتباط بین متغیرها نیاز به نمونه های بیشتری هست اما توی این مثال برای صرف زمان کمتر با تعداد 9 نمونه مشخصه که داده ها دارند یک روند افزایشی رو نشون میدن که این ارتباط میتونه یک ارتباط خطی باشه اگه بتونیم یک خط مستقیم رسم کنیم که از نقاط عبور کنه و کمترین اختلاف رو با اونها داشته باشه به اون خط رگرسیون گفته میشه این خط آبی رنگ رو در نظر بگیرید که تا حدودی میتونه نشون دهنده ارتباط بین x و وای باشه در نگاه اول نمودار پراکنش در برگیرنده یک سری نقاط مجزا از هم هست اما از نظر کلی این نقاط رابطه خطی مستقیمی رو نشون میدن که بیان کننده این موضوعه که با افزایش هزینه تبلیغات یا x تعداد فروش یا وای هم داره افزایش پیدا میکنه درسته که رابطه بین x و y به سادگی این خط رسم شده نیست و این خط رسم شده نمیتونه همه نقاط رو پوشش بده اما این خط نماینده رابطه کلی بین متغیرهای مطرح شده میتونه باشه به این کار یعنی پیدا کردن خطی که کمترین اختلاف رو با نقاط داشته باشه برازش بهترین خط گفته خواهد شد حالتهای نمودار پراکنش میتونه به صورت اشکال مختلفی باشه. هر کدوم از نمودارهای A تا F نشون دهنده یک نمودار پراکنش برای داده های فرضی مجزایی هستند که میتونن نحوه ارتباط دو متغیر و نوع اون رو به نمایش بگذارن. در نمودار A یک رابطه غیر خطی سهمی رو میشه مشاهده کرد. به این معنا که شیب منحنی برای مقادیر مختلف X ثابت نیست و تغییر میکنه. در نمودار B نقاط روی منحنی پراکنش رابطه خاصی بین متغیرهای X و Y رو نشون نمیدن و به عبارت این دو متغیر ارتباط مشخصی با هم ندارن. در نمودار C نمودار پراکنش یک رابطه خطی معکوس رو نمایش میده. نمودار پراکنش D یک رابطه خطی مستقیم رو آشکار میکنه. در نمودار E مجددا میتونیم الگوی یک ارتباط غیر خطی سهمی رو مشاهده کنیم و در نهایت در نمودار F میتونیم ببینیم که رابطه خاصی بین X و Y وجود نداره و با افزایش X مقادیر Y افزایش پیدا نمی کنن. و یا اینکه با افزایش مقادیر X مقادیر Y کاهش هم پیدا نمی کنن. بعد از مشخص شدن الگوی ارتباط بین متغیرها و اطمینان از اینکه رابطه بین اونها خطی هست میتونیم اقدام به پیدا کردن معادله بهترین خط برازنده کنیم یکی از بهترین روش های مشخص کردن معادله خط برازنده استفاده از روش حداقل مربعات یا حداقل توانهای دوم انحرافات هست بر این اساس معادله خط به صورتی ایجاد میشه که مجموع توان دوم انحرافات نقاط از خط برازنده یا خط رگرسیون حداقل مقدار ممکن باشه بر این اساس فاصله عمودی نقاط از خط رگرسیون دارای کمترین مقدار ممکن است یعنی خطی رو پیدا خواهیم کرد که از مجموع تمام نقاط کمترین فاصله ممکن رو داشته باشه برای درک بهتر مفهوم حداقل توانهای دوم انحرافات یک مثال ساده با تعداد محدود از نقاط رو در نظر بگیرید در اینجا سه نقطه از های مرتب x و y موجوده که قصد داریم خط رگرسیون اونها رو مورد بررسی قرار بدیم و میزان انحرافات رو مشخص کنیم. روی محور مختصات نقاط رو مشخص می‌کنیم تا الگوی نقاط مشخص بشه. یک خط رگرسیون فرضی رو رسم می‌کنیم تا بتونیم میزان انحرافات رو مشخص کنیم. خط رسم شده از نقطه اول نیم واحد پایین تره از نقطه دوم یک واحد بالاتره و از نقطه سوم هم نیم واحد پایین تر قرار گرفته در اینجا مجموع انحرافات برابر با صفر خواهد شد اگر نقاط رو مجددا روی محور مختصات نمایش بدیم و خط رگرسیون رو به شکل دیگه ای برابط کنیم میبینیم که میزان انحرافات متفاوت خواهد بود اما باز هم مجموع انحرافات برابر با صفر هست. اگر برای اینکه مجموع انحرافات صفر نشه و بتونیم خطی که دارای انحرافات بیشتری هست رو تشخیص بدیم مجموع توان دوم انحرافات رو این بار در هر دو مورد محاسبه کنیم میبینیم که در نمودار A یعنی نمودار سمت چپ مجموع توان دوم انحرافات برابر با یک و نیم و در نمودار B یعنی نمودار سمت راست مجموع توان دوم انحرافات برابر با 14 خواهد بود پس میشه نتیجه گرفت که خط رگرسیون A که در نمودار سمت چپ نشون داده شده خط رگرسیون مناسب تری هست و الگوی موجود در نقاط رو بهتر میتونه بازگو کنه دقت داشته باشید که برای محاسبه مجموع توان دوم انحرافات مقدار اختلاف متغیر وابسته با مقدار برآورد شده توسط خط رگرسیون رو به توان دو میرسونیم و جمع کل رو به دست میاریم پس وای یا به عبارتی وای آی نشون دهنده مقدار متغیر وابسته مشاهده شده آیوم هست و وای حت آی نشون دهنده مقدار برآورده شده متغیر وابسته توسط خط رگرسیون بر اساس مطالب مطرح شده میشه عنوان کرد که بهترین خط برازنده یا همون بهترین خط رگرسیون خطی است که مجموع توانهای دوم خطای اون از بقیه خطوط ممکن کمتر باشه اگر به جای وای مقدار اون رو قرار بدیم یعنی مقدار A به اضافه B در X که همون معادله خط رگرسیون هست مجموع عبارت حاصله لازمه که حداقل مقدار ممکن رو داشته باشه برای این منظور از این عبارت یک بار نسبت به A و یک بار هم نسبت به B مشتق جزئی گرفته میشه و برابر با صفر قرار میدیم اون رو و همزمان معادلات رو با هم حل میکنیم تا بتونیم مقادیر B و A رو به دست بیاریم با انجام این کار B یا شیب خط برابر میشه با زیگما X در Y منهای N در X بار در Y بار ایکس دو در ایکس به روی زیگما X2 منهای N در X به توان دو. با قرار دادن میانگین x ها و y ها در معادله خط مقدار a هم قابل محاسبه هست و معادله خط قابل دستیابی خواهد بود به عنوان یک تمرین معادله خط رگرسیون مثال قبل که مربوط به رابطه بین هزینه تبلیغات و تعداد فروش کالا بود رو به دست بیارید با توجه به فرمول محاسبه شیب خط یعنی b و مقدار ای لازم هست که مقادیر زیگما X در وای و زیگما X به توان دو محاسبه بشه. پس مقادیر X ضرب در Y و X به توان دو رو محاسبه می و مجموع تمامی ستون ها رو به دست نیاریم. با توجه به مجموع ستون X و Y مقدار میانگین X برابر است با 51 تقسیم بر 9 که حاصل اون 5 ممیز 660 و, شست و هفت خواهد شد و میانگین وای ها یا به عبارتی وای بار برابر است با 19 ممیز 770 و, و مقادیر لازم جهت محاسبه بی رو در معادله اون قرار میدیم زیگما ایکس و وای میبینیم که عبارت است از 1082 و و تعداد نمونه ها 9 تاست ایکس بار رو محاسبه کردیم وای هم که محاسبه شد و زیگما x دو هم که 321 هست در نتیجه شیب خط برابر خواهد شد با دو ممیز 290 و 2000. با جایگذاری مقادیر x بار و وای بار میتونیم مقدار a را هم محاسبه کنیم که میبینیم مقدار اون برابر است با 6 ممیز 780 و با جایگذاری مقادیر a و b معادله خط رگرسیون به این صورت به دست خواهد اومد. هات مساوی مساویس با 6 ممیز 789 هزارم به اضافه 2 ممیز 292 هزارم X. در بعضی از کتاب ها برای محاسبه راحتتر میزان انحرافات مربوط به متغیرهای X و Y رو به صورت مجزا به ترتیب زیر نامگذاری می کنند. منظور از Sxx مجموع توان دوم انحرافهای X ها از میانگینشون یعنی x بار هست که به این صورت هم قابل محاسب است. منظور از اس نشون دهنده مجموع توان دوم انحراف وای ها از میانگینشون هست و منظور از اس ایکس نشون دهنده مجموع حاصل ضرب انحراف ایکس ها از میانگینشون در انحراف وای ها از میانگینشون هست پس بنابراین فرمول محاسبه بی به این ترتیب برابر خواهد بود با SXY تقسیم بر SXX.